همراه نمیشه کانال 13 آقالتون چطور؟ این بار اومدیم با عناصر ماهای تولد که هر ماهی چه عنصر و چه خصوصیت اخلاقی داره. پس تا آخر این ویدیو همراهمون باشید که پشیمون نمیشید. اون سابسکرایب هم برای عممون نذاشتیم اونجا یک نوازشش کنید. قول میدم دچار کشیدگی عضلات در رفتگی کتف نشه. خب همونطور که عمرم میدونستید عناصر اربعه یا همون چارگانه شامل خاک، آتش، هوا و آب هر کدوم از ما که درونمون وجود داره با توجه به ماه تولدمون یکی از این عناصر رو داریم که مربوط به خلق و خو و بقیه داستانمون میشه. اولین عنصر خاکه که ترکیبی از سرما و خشکی. این خصوصیت بیشتر مربوط به معلمای شیمی و زیسته که همیشه بوی کرم مرطوب کننده و افتر شیف میدن. عموما هم 206 نقره آبی داره. اینا به حد یخن که رنگ ماشیناشون هم یخیه و دختر و پسر براشون فرقی نداره. 9.5 رو به باباشون هم 10 نمیدن. معمولا تو 47 سالگی هم زن نمیگیرن و فقط سیاوش قمیشی گوش میدن. از خصوصیات جزئی اخلاقشون هم اگه بخوام بگم استلخ ببخشید استخرم با شلوار میرن و شبا رأس نو کپر رو میذارن. اینا همونایی هن که هنوز دارن با سریال شبکه 3 میخندن و 600 سال فقط یه جوکو بلدن. تحقیقات نشون داده اولین مصرف کننده کلاگیس هم همینا بودن و عادت دارن روز 6 بارم برن حمام. شاید هر سه تا مایی که این عنصر رو دارن این شکلی نباشن اما 70% اینطور گزارش شده. متولدین عنصر خاک در کمال ناباوری تشکیل میشن از اردیبهشتی و شهریوری و دیمایی. اینم که میگم در کمال ناباوری ها چون از اردیبهشتی ها بعید بوده. متولدین عنصر خاک خیلی قابل اعتمادن و با اینکه کمتر دنبال هنر میرن ذاتن یه هنر درونی و متعلق به خودشونو دارن. مثلا با زیر بغلشون بلدن صدای ناهنجار در بیارن یا پلکاشونو چپ کنن و با دماغ سوت بزنن. عنصر خاک به معنای انرژی بخشیدنه. اینا شاید به کسی رو ندن اما به رفیقاشون خیلی حال میدن و سه‌سوته بلدن که انرژی مثبت رو منتقل کنن. از نقاط قوت عنصر خاک هم میشه به ثابت قدم و سازگار بودن، سخت کوشی، وفاداری، منطق، همدلی و همدردی اشاره کرد. و از نقاط ضعفشون هم که یه مقدار گسست و تنبلن اینه که بیش از حد محافظه‌کارن و هیچ وقت وام نمیگیرن. تحقیر کننده افرادن اما الان بهشون بگی میگن نظر نزن ما هم خیلی ماهیم و در آخرم انعطاف ناپذیرن. دوستان عنصر بعدی عنصر آبه. اینا همون نقاشه و شاعر و هنرمندای واقع‌بینن که خیلی روان و عاشقن. متولدین عنصر آب همیشه در جریانن و اون رفیقای با معرفتی ان که وقتی بهشون زنگ بزنی بگی من 8 شب میرسم حاضر شو اینا رفقا از 4 از تو خیابونن و منتظر شما. آدمای آن تایمین و ریاست طلبن. معمولا یا مبصر کلاس میشدن یا اگه نمیشدن روزی 0 مبصر رو میزدن که استعفا بده. بدقولی نمیکنن اما اگه بخوان کاری رو نکنن با التماس هم نمیشه راضیشون کرد. اگه مرد باشن شدیدا زن ذلیلن و اگه زن باشن عاشق شوهر. اینا یه خورده چیز شانس هم هستن ها که دلیلش هم هنوز ثابت نشده. یعنی عین دریا که معلوم نمیکنه چه قرار طوفانی شه شانس اینا هم همونقدر شخماتیکه. مثلا اگه سیزه پرو مکس بخرن آیفون 10 دقیقه بعد 16 پرو مکس رو میده تو بازار. یا اگه یک زیر شلواری راه را بخوان از اون لحظه بعد هر چیز زیر شلواری تو بازار چارخونه و گلگلی میشه. متولدین آبان، اسفند و تیر این خصوصیات رو دارن و عنصرشون آب. اینا تو رفاقت سنگ تموم میذارن چون آب خاصیت پاک کنندگی داره. دوستان این عزیزان هم خیلی اهل نظافت و مرتب بودن. تابستونا روزی 3 و زمستونا روزی 2 دوش میگیرن. کتابخونه هاشون هم انگار با تراز چیندن و 7 روز هفته در حال لباس تا کردنن. یا خیلی میرن کردان یا هیچ جا هم نمیرن. از نقاط قوتشون میشه به فداکاری، درک بالا، قابل اعتماد بودن و رازنگهداری، رویا پردازی، بخشندگی، انعطاف پذیری، عشق بی قید و شرط اشاره کرد. و اما نقطه ضعفشون غیر منطقی بودن و زود باوریه که اینا دارن اون حس رو که از همین خیلی ضربه میخورن و زود افسرده میشن و دلشون تپی میشکن. آقا سر جدتون مراقب حرفاتون باشید. اگه بهشون بر بخوره دیگه واویلاست. عنصر بعدی اما آتشه یا اما آتش. این عنصر همونطور که اسمش داغه متولدینش هم خیلی هاتن و یه جا بند نمیشن. از همینجا خدمت والدین و همسران عزیزان باید عرض کنم که تو چایتون دارچین نریزید. به اینا موز ندید. تو ماستشون هم نعنا خشک نریز. اینا به قد کافی خودشون داغ هستن. با اونا به مرحله جوش میرسن و ممکنه شر درست کنن. این عزیزان همیشه دنبال کار جدیدن و خدای خلاقیتن. معمولا هم هنرمند میشن. با اینکه کلی هم درس خوندن مثلا فوق لیسانس ریاضی محض یا فوق تخصص مغز و اعصاب دارن باز تهش از راه هنر پول در میارن. اهل ورزشن ولی درصد کمیشون فقط اداشو در میارن.
خوره ناپلونی و کیک خامه ای هن و قادر به خوردن 6 تا نون خامه ای با یه لیوان چای شیرین هن و اصلا دیابت هم نمیگیرن، بیشتر دنبال ورزش رزمی میرن، اما سوسکی تو حیاط پشتی خونهشون وینستون لایت میکشن و محال سر وقت جایی برسن، اما بقیه حق اعتراض به این بغدغله‌ها رو ندارن. علاوه بر روحی زود بهشون برمیخوره، ولی اگه هم ببخشن دیگه تا عمر دارن یادشون نمیره. نقاط قوتشون چیه؟ انرژی، فعالیت، خلاقیت، اشتیاق و قدرت. نقاط ضعف چی دارن؟ بیوفایی، قهر و حسادت. متولد عنصر آتش هم فروردینی ها، مردادی ها و آذرمایی ها. خلاصه اینا خیلی داغن، قبل از انتخابشون کم تحقیق کنید که آتیشتون نزنن. میریم سراغ عنصر آخر، اما قبلشون زنگوله رو بزن تا بگم حاضر نشستم اینجا داره من نگاه میکنه. خب اگه زدی خب لایک کن، چه میدونم ایموجی عنصر تو کامنت کن، زن یک بلاغ ببخشید، یه بیگ لایک بذار، یه کاری بکن. عنصر آخری هم عنصر حواس که بدون شک اینا حزب بادن. خدا سرشاهی در گندی بزنن، میگم اگه شما نگفتید، اگه هم کار خوبی رو با راهنمایی یه اکیپ انجام بدن، میگم من خودم گفتم که خوب میشه، این کارو من خودم انجام داد، اصلا اگه من نبودم اینجوری نمیشد. از خود راضی نیستن اما سلاطین چوس اخلاقی ان. تو ازدواج مشترک معمولا به طلاق میرسن و اگه هم نرسن زن و بچه و شوهر رو دق میدن. اهل بریزو به پاش نیستن ولی پول حروم کنن. این که چجوری میشه الان خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی حاضر نیستن واسه عید آجیل بخرن، اما میرن وسط زمستون پوشال دینام کولر میخرن. معتقدن دکتر چسبیه، من خودم دکترم و 99% دوز اول واکسنشون رو هم نزدن. اینا تا وقتی قلبشون درد نگیره نمیرن دکتر رو، همیشه هم به چای نبات و آبشان دم کرده اعتقاد داشتن. از اونجا که خواص باد چیزی جز گرد و خاک به پا کردن و ایجاد سینوزیت نیست، اینا هم معمولا یا آدم رو به چوخ میدن یا فقط گرد خاک به پا میکنن و معمولا با فریاد و عربده کارشون رو را میدن. حوصله تو صف وایستادن هم ندارن این دوستان و کلمه پارتی بازی رو اولین بار اینا وارد فرهنگ لغت کردن. متولدین مهر، خرداد و بهمن جزء این عنصرن و از نقاط ضعفشون میشه به خودخواهی و ناسازگاری اشاره کرد. نقاط قوتشون هم خوش سفر بودن و بیخیالی و شوخ طبعیشون هست. بله دوستان، به خدا ما سر دشمنی با کسی نداریم، اینا رو محققا گفتن، ما فقط وسیله این بین شما و محققا که عمه نویسنده رو مورد عنایت قرار ندید شما، ما فقط واسطیم بین شما و محققا که اینا رو به سمع و نظر شما دوستان عزیز برسونیم. اگر هم تا الان ویدیوهای کانال ندید بشتابید که از کفتون رفته، تا یه ویدیوی دیگه هم از کانال یوتیوب کانال 13. خدا حافظ شما.